داعشی زمانی که شهر موصل عراق را تصرف کردند، مقبره یونس نبی را منفجر و با خاک یکسان کردند، اما از گنجینه و آثار باستانی مدفون در زیر مقبره غافل نشدند. مقبره یونس نبی در زیر پی و دیوارهای خود بنای باستانی را پنهان داشت. کاخ اثر پادشاه آشور، کاخی که برای باستانشناسان ناشناخته نبود، اما حفاری در آن به خاطر ترس از متزلزل شدن بنای مقبره یونس پیامبر سالها پیش متوقف شده بود. داعشی ها ها آثار و بناهای تاریخی زیادی را از بین بردند اما قصر اثر را نه تنها مستثنا داشتند بلکه به طور حساب شده در آن به حفاری و جستجو پرداختند با هدف کشف و فروش آثار باستانی کاخ مدفون در دل خاک کاخ اثر حدون در زیر مقبره نابود شده ی یونس پیامبر در نیمه شرقی شهر موسل قرار دارد که اکنون پس از حدود سه سال توسط ارتش عراق آزاد شده است اثر پادشاه امپراتوری آشور در قرن هفتم پیش از میلاد و پدر آشور بانیپال آخرین پادشاه مقتدر آشور بود